با درود خدمت همراهان همیشگی، روی صحبت هم امروز با دانشجویان رشته های پزشکی و کلن گروه علوم پزشکی هست. باید خدمتتون عرض بکنم که زبان پزشکی یک زبان اینترنشنال هست و چنانچه شما در سراسر دنیا هم مشغول تحصیل در رشته پزشکی باشید، به هر زبانی هم که میخواد باشه، باز نیازمند این هست که زبان پزشکی رو به انگلیسی یاد بگیرید. پس با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون گفتم، یکی از دروسی که در پزشکی بسیار بسیار حائز اهمیت هست آناتومی هست، آناتومی یا کالبد شناسی، که به ما این امکان رو میده که در خصوص تک تک اعضای بدن انسان اطلاعات داشته باشیم. آناتومی به بخش‌های متعددی تقسیم میشه که به طور خیلی ساده بخوام خدمتتون بگم: آناتومی اسکلتی، آناتومی عضلانی، آناتومی عصبی و همینطور رشته‌های متعدد دیگه‌ای رو در خودش جای میده. باید این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که خوندن و مطالعه آناتومی به صورت تئوریکال هم کفایت نمی کنه. یعنی چنانچه شما مطالعات بسیار وسیعی در خصوص حالا مقالات و کتب متعدد آناتومی هم داشته باشید، چون این یک کار پرکتیکال و لمسی هست، شما باید حتما بعد از اینی که جای عضلات و استخونها و مفاصل رو دونستید، بیایید که این رو منطقش رو هم با پلپیشن لمسش کنید. پس کورس هایی چون پلپیشن و سورفیس آناتومی هم برای شما بسیار حائز اهمیت است. سورفیس آناتومی یا آناتومی سطحی. خب امروز من میخوام که از ناحیه شانه شروع بکنم، شولدر گریدر یا کمربند شانه، که شامل این ناحیه میشه که تک تک استخونهاشو با همدیگه بررسی میکنیم. این ناحیه رو بهش میگیم شولدر، این ناحیه آرم یا بازو، اینجا البو یا آرنج هست، اینجا فور آرم یا ساعد. از این ناحیه به بعد رو میگیم هند، که هند خودش شامل سه تا بخش اصلی میشه. به صورت کلی و شماتیک این ناحیه مچ رو ریست هم میگویند. اما از نگاه طبقه بندی آناتومیکی این ناحیه شامل سه بخش میشه: کارپ یا کارپال یا استخوان‌های مچ دست، متاکارپ یا متاکارپال استخوان‌های کف دست، و از این بخش به بعد رو میگیم فالانج یا استخوان‌های انگشت. خب باید خدمتتون بگم که ما در کمربند شانه 32 جفت استخوان داریم که در دو طرف اینها توضیح شده. خب از اینجا من شروع بکنم، همونطور که حالا شاید شکل هم نشون بده، سعی میکنم که با شکل هم اینها رو خدمتتون آموزش بدم. ببینید، این استخوان، استخوان کلاویکل یا ترقوه هست که میاد متصل میشه به استخوان اسکاپولا از پشت، که اینجا میاد یک محل تلاقی جانکشن داره که تشکیل یک مفصلی رو میده به نام اکرومیو کلاویکولار جوینت، یعنی استخوان کلاویکل در سر انتهایی یا سر دیستالش یک نامی داره به نام اکرومیون، اکرومیون پروسس یا برجستگی یا زائده اکرومیون، که به فارسی اینو میگیم زائده اخرمی. پس استخوان کلاویکل با اسکاپولا یک تلاقی با هم دارن که یک مفصل رو با هم تشکیل میدن تحت عنوان AC joint یا acromio clavicular joint.
اینجا که میاییم پایین استخون بازو تحت عنوان هومروس یاد میشه. بعدش همونطور که خدمتتون عرض کردم اینجا البو هست که همون آرنج. اینجا ما دو تا استخوان داریم، استخوان بالایی یا فوقانی رو بهش میگیم ریدیوس یا زند زبرین یا زند اعلا. این رو اینا رو میگن که اینا یه مقدار واژه ها عربی هست. استخوان پایینی استخوان اولنا یا زند زیرین هست که هر دوی اینها هم با هم مفصل میشن و از سمت دیگه‌ای با استخوان‌های کارپال که همون مچ دست هست یک تلاقی و مفصل دارن. خب میرسیم به بخش هند یا دست که اینجا همونطور که خدمتتون گفتم مجموعه 8 تا استخوان هست در دو ردیف، ردیف پروکسیمال و ردیف دیستال، که برای فراگیری اسامی اینها بهتره که شما برای خودتون ابریویشن های خلاصه رو برای خودتون داشته باشید که هیچ وقت اشتباه نکنید. و همیشه وقتی که به این بخش میرسم جا داره که یه یادی بکنم از یک استاد ارزشمند به نام دکتر امیر راشد که ایشون دکترای تخصصی پزشکی ورزشی دارن، دارای بورد تخصصی در این زمینه هستن و این برمیگرده به زمانی که ما دوره‌های آموزشی تخصصی ماساژ درمانی ویژه پزشکان داشتیم و ایشون یکی از اساتید ما بودن که تو بخش سورفیس آناتومی بسیار آموزش‌های فوق‌العاده شیوا و دلنشینی داشتن که خود بنده با وجود این که برگزار کننده دوره بودم سعی میکردم همیشه سر کلاس ایشون حاضر باشم. به قدر ایشون تدریس شیوا و بیان زیبایی داشتن که همیشه به یاد من مونده و اینجا هم جا داره که از ایشون یاد کنم. ایشون موقعی که به این بخش میرسیدن برای یادگیری حالا بهتر یک کلمه ابریویشن رو میگفتن که میگفتن She looks the pretty, try to catch her. من سعی میکنم که این رو با شکل هم خدمتتون نشون بدم که شما بهتر متوجه بشین، ولی همیشه برای این که اشتباه نکنید یادتون باشه که ما از سمت، یعنی دست باید که به صورت آناتومیکال قرار بگیره و همیشه از سمت استخوان ریدیوس و انگشت بزرگ ما شروع میکنیم که هیچ وقت اشتباه نکنیم. خب خدمتتون عرض کنم خودم من چون هرچی سرچ کردم منبعی رو پیدا نکردم که بخواد به طور همزمان هم اسامی فارسی رو گفته باشه هم اسامی انگلیسی رو، سعی کردم اینجا این رو با شما به اشتراک بذارم. ببینید از سمت انگشت بزرگ استخوان اسکافوید یا ناوی هست، بعدش میشه استخوان لونیت یا هلالی، بعدش استخوان تریکوئترم یا هرمی، بعدش استخوان پیزیفورم یا نخودی، بعد میاییم ردیف دیستال یعنی بخش بالایی، استخوان ترابیزیوم یا شبه زوزنقه، استخوان ترابیزوید یا زوزنقه، استخوان کپیتیت یا بزرگ و استخوان همیت یا چنگکی. خب بریم از این نما هم یه بار دیگه مرور کنیم. ببینید همونطور که خدمتتون گفتم She looks the pretty, try to catch her، یعنی که اون دختر به نظر زیبا میاد، سعی کن که به دستش بیاری. شی میشه مخفف اول اسکافوید، لوکس میشه لونیت، ده میشه تریکوئترم، پرتی هم میشه پیزیفور، بعد ترای تو کچ میشه ترابیزیوم، ترابیزوید، کچ هم که میشه کپیتیت، هر هم که میشه همیت.
خب باید خدمتتون عرض بکنم وقتی که میرسیم به بخش متاکارپال، شمارش اینها در رپورت های MRI به این صورت هست که انگشت شست رو با حروف یونانی هم نشون میدن، انگشت شست به عنوان انگشت یک تلقی میشه و بعد انگشت دو، سه، چهار و پنج. یعنی استخوان‌های متاکارپ یا کف دستی از اینجا شمارششون شروع میشه و همه اینها باز موقعی که میخوان مفصل بشن با استخوان‌های فالانج و انگشتان هم با همین صورت و حروف یونانی شناخته میشن که تمامی این چهار انگشت همگی دارای سه بند میباشن به جز انگشت شست که دو بند هست. و از نظر اینی که ما یک سری ابریویشن ها رو بدونیم، اینجا هم باز دوباره از گزینه دیستال و پروکسیمال ما استفاده میکنیم. این بند بند نهایی میشه که میشه DIP دیستال اینترفالانجیال و اینجا پروکسیمال اینترفالانجیال هست که اینها برای اینی که ما بتونیم تشخیص بدیم که آسیب دقیقاً در کدوم ناحیه کدوم بخش هست بسیار میتونه به ما کمک بکنه. بعد اینجا یک تلاقی هست که متاکارپو فالانجیال هست، اینجا رو با علامت MCP میگن، اینجا با علامت PIP و اینجا با علامت DIP، همونطور که در شکل هم دارید میبینید. امیدوارم که دیگه نکته ای اینجا نمونده باشه. فقط به صورت خیلی شماتیک هم خدمتون بگم سه تا عصب هم اینجا رو میاد که عصب دهی میکنه. این عصبی که از این ناحیه میاد و به سمت شست هست عصب رادیال هست و این عصبی که از وسط میاد عصب مدیان و این عصبی هم که از این ناحیه عبور میکنه عصب اولناریس هست.